خب اینجا پس این اینترسپتور این در واقع داره کار میکنه. 10 دقیقه تمام دیگه، تقریبا چند سه چهار تست رو پیش دادم. سرتیفیکیت و پابلیک کیپینگ یه پروتکلی است. حالا این پیجر رو به نظرم سر بزنید، خیلی جنرال ها، فقط در مورد اندروید نیست، رو سایت اووسپ در مورد چیت پینینگه. حالا پینینگ چی و چجوری و تو زبان‌های مختلف مثلا چجوری میشه پیاده سازی کرد، خیلی چیز فوق‌العاده نیست ولی اطلاعات اولیه خوبی میده به شما. بعد عرض کنم خدمتتون که یه پروتکلی هم هست به نام HPKP که در واقع همون پابلیک کی پینینگه. اینو یه کنسرسیومی که الان رو وب داره کار میکنه W3C و اینا استانداردش کرد یه مدتی، ولی فقط و در واقع نه فقط روی چیزا، روی سرورها و روی بروزرها، بلکه روی دیوایس‌های اندرویدی آی او اس و اینا هم قابل استفاده بود. کروم مثلا یکی از بروزرهایی بود که HPKP رو ساپورت میکرد. یعنی وقتی یه دونه بروزری داشت مثلا یه سایت رو باز میکرد، از طریق HPKP شما اگه کسی میومد این وسط پروکسی میذاشت، میتونستین جلوشو بگیرین نذارین صفحه باز بشه. ولی به خاطر دردسرهای خیلی زیادی که داشت ورش داشتن. منتها سرتیفیکیت پینینگ کماکان روی بستر پلتفرمی مثل موبایل مثلا قابلیت استفاده داره. ببینید چه اتفاقی هم میفته زمانی که ما پین میکنیم، در واقع تو اون مرحله هندشیکینگ وقتی کلاینت به سرور میگه سرتیفیکیت تو بده، یه کپی از اون سرتیفیکیت سرور رو قبلا داخل خود اپ داره، به خاطر این بهش میگیم پین. یعنی همون هارد کد داخل خود اپ داره. به چند شکل هم اینو پیاده سازی میکنن. یه شکلش اینه که شما همون سرتیفیکیت سرور رو بگیرین، پرایوت کی نه دوستان، فقط سرتیفیکیت بگیرین، داخل اپتون توی دایرکتوری ریسورستون مثلا یه جا بذارینش هر جا، و این اپلیکیشنی که پکیج میکنین با اپلیکیشنتون دیگه هم میشه. هر زمان هم سرتیفیکیتش سمت سرورتون عوض شد چیکار میکنید؟ یه نسخه جدید ریلیز میکنید و این عوض میشه دیگه، درسته؟ این پین شدن معنیش اینه. خب حالا وقتی یه نفر میاد این وسط شروع میکنه به شنود کردن، خودشو جای سرور جا میزنه، شما اون مرحله هندشیکینگ رو باش جلو میدید دیگه، درسته؟ بهش میگه سرتیفیکیت تو بده من وریفای کنم. علاوه بر همه اون چیزایی که قبلا گفتیم یه کار میکنید، یه هش از اون سرتیفیکیتی که سرور داره به شما میده میگیرید، یه هش هم از این سرتیفیکیتی که خودتون پین شده داخل اپ دارید میگیرید. این دو تا رو با هم مقایسه میکنید، چون تقریبا غیر ممکنه که اون بتونه سرتیفیکیتی رو بده که دقیقاً مثل همین باشه. نتیجتاً شما متوجه تفاوت میشید و میفهمید که این طرف داره شنود میکنه. سرتیفیکیت پینینگ اینجوری داره کار میکنه. حالا برای پیاده سازیش روش‌های مختلفی هست. با توجه به اینکه فکر میکنم تقریبا همه از اوکی اچ تی تی پی استفاده میکنن، درست میگم؟ اوکی اچ تی تی پی خودش این امکان رو داره. اوکی اچ تی تی پی داخلش یه دونه کلاس داره به نام سرتیفیکیت پینر که موقعی که شما بیلدر یا کانستراکتور در واقع اینو صدا میزنید، میتونید اینو بهش پاس بدید که قبلش این سرتیفیکیت پینر رو میتونید کانفیگور کنید به روش‌های مختلف. یکی از مدلاش اینه که بهش میگین یه سرتیفیکیت تو ریسورس تو این دایرکتوری، برو اونو بخون، خودت اتوماتیک اینو چک کن. بعد از شما میپرسه الگوریتم هش سرور چیه، چون همه جایی یکی نیست، یکی شاوانه، یکی شا 256، یکی شا 512، هر کی میتونه از هر چیزی استفاده کنه. از شما میپرسه چیه الگوریتمش که موقعی که خودش داینامیک داره با سروری حرف میزنه این هش رو محاسبه کنه و مقایسه کنه. یه جای دیگه هم، یه راه دیگه اش اینه که اینم خیلی رایجه، تو فایل نتورک سکیوریتی کانفیگوریشنتون اونجا میایین هشا رو از قبل خودتون اونجا میذارید، یعنی هش اون سرتیفیکیت رو محاسبه میکنید میذارید و به اون سرتیفیکیت پینر میگید که موقعی که میخوای با سرور حرف بزنی هشایی که ازش میگیرید رو با اینا که تو این فایل کانفیگ گذاشتم کامپیرشون کن، اگه خون اوکیه، اگه نخون من این ریمیدل داره اتفاق میفته که حالا در مورد پیاده سازیش الان اینجا صحبت بکنیم. فقط یه نکته هم هست قبل از اینکه بخوام بگم، اینه این سلسله مراتب رو دوستان فراموش نکنید، روت، اینترمدییت و لیف. خیلی وقتا فقط ما برمی‌داریم برای لیف پینو انجام میدیم، این اشتباهه، به خاطر اینکه خیلی از مواقع بدون اینکه حمله ای اتفاق افتاده باشه اصلا کلاینت گفتم اون سی ای رو نمیشناسه. پس شما بهتره پینای مربوط به اینترمدییتتون هم داخل اون بذارید، یعنی بیش از یه دونه هش یا بیش از یه سرتیفیکیت در واقع اونجا قرار میدین، ولی سرتیفیکیت رو میشه باندل کرد، یعنی داخل یه فایل میشه چند تا پابلیکی رو قرار داد، چند تا سرتیفیکیت داخل یه فایل فیزیکی که حالا اونم یه نمونهش نشونتون خواهم داد. بعد توضیحات رو بگذاریم چون وقت خیلی کمه. اینو نمیتونید بخونید نه؟ خیلی خوب، خوبه حالا برحال این همون فایل نتورک سکیوریتی کانفیگوریشن هست، متاسفانه نمیتونید بخونید. اینجا ببینید کاری که انجام میدید، حالا من از روش بخونم که شما ببینید. اینجا که گفته نتورک سکیوریتی کانفیگ، دومین کانفیگ،
بعد دومین include subdomains تو اسم دامنتون که اینجا قرار باشه ارتباط برقرار کنه اپتون رو میذارید. بعد میگه پین ست، مجموعی از پینا که باید بگید که این کی اکسپایر میشه، یه تاریخ بهش میدید که باید یه جورایی باید با رویه بروز ثانی گواهی نامتون بخونه دیگه. بعد میگیم دایجست، الگوریتم هشینگش چیه، چون اون موقعی که میخواد تو ران تایم هند شیک بکنه با همین الگوریتم گفتیم هش میکنه با این مقداری که اینجا هست مقایسه میکنه. اینجا هم که میبینی تا اینجا هش هست، هش سرتیفیکیتتونه. یه پین شما میتونید این تا پین اینجا بذارید. یه قابلیت اینجا پیش بینی شده که خیلی به درد بخوره. یه جایی هست که ما یه اپی رو دادیم، اینم توی کانفیگش گذاشتیم، بعد داره قشنگ کار میکنه، یه ماهی گذاشت و یهو مثلا شما متوجه شدید یه نفر که تو مجموعتون داشته کار میکرده پرایویت کی سرتیفیکیت زده زیر بغلش رو رفته، بعد احساس خطر میکنید، میگیم بریم سرتیفیکیتامون رو چیکار بکنیم، تجدید کنیم، عوض کنیم، پرایویت کیمون رو عوض کنیم، همه کارا رو دوباره از اول انجام بدیم. وقتی انجام میدین یه سری نسخه اپ دست ملت دارید که با اون پین قبلی ها با اون سرتیفیکیت قبلی، چون وقتی سرتیفیکیت جدید میگیرین همه چی عوض میشه، هشش هم تغییر میکنه دیگه، دیگه اون هشی که داخل کانفیگ داری نمیخونه، پس هیچ موقع ریکوست نمیتونه بزنه چون همش فیل میشه موقعی که این دو تا هش رو با هم مقایسه میکنه. برای این بکاپ کی رو در نظر گرفتن، یه فیچریه که شما میتونید کلیدای قبلی رو برای یه مدتی داخل اون قرار بدید که بیان بگید علاوه بر اینکه این سرتیفیکیت اصلی رو داری کامپیر میکنید با این بکاپ ها کامپیرش کن که بتونید مثلا برای فورس آپدیت چیزی اگه میدید برید آپدیت بکنید و اون مشکل در واقع حل بشه، چون به لحاظ عملیاتی واقعا ممکنه مشکل ساز بشه واسه تون سرتیفیکیت پینینگا. یهو اگه درست پیاده سازیش نکنید، مثلا از همین بکاپ کی استفاده نکنید، ناگهان ممکنه یهو همه کار براتون مشکل بر بخورن و اصلا نتونن با سرورتون حرف بزنن. خب این هم حالا با اوکی اچ تی تی پی چجوری پیاده سازی میشه. یه سمپل کدی ما داریم که مثلا داخل کد اومده و اون پینه رو پین ست رو هارد کد کرد، یعنی یه روش اون بود، یه روش هم اینه که داخل خود کد هارد کد میکنید که اونجا هم تقریبا معادل همون کده، اومده گفته هاست نیمش چی باشه، سرتیفیکیت پینر یه اینستنس ازش میسازیم، توی بیلدرش هاستتون رو و هش و الگوریتم هشینگش رو میگید، بعد میایین اوکی اچ تی تی پی اون سرتیفیکیت پینر رو اون اینستنس رو بهش پاس میدین تو کانستراکتورش و بیلدش میکنین. بعدم ریکوستتون رو که میخواییم بزنید این میاد چیکار میکنه، خودش دیگه اون بقیه کارا رو انجام میده، سرتیفیکیت رو میگیره، با اون الگوریتم هشش رو میگیره، با اون مقداری که اونجا تو پینر دادید مقایسه میکنه، اگه همه چی اوکی بود کانکشن استابلیش میشه، نبود هیچ کانکشنی برقرار نمیشه. طبیعتاً وقتی کانکشن برقرار نمیشه هیچ ریکوستی هم نمیده و هیچ دیتایی هم تبادل نمیشه، یعنی کسی اگه اون وسط شنود کنه هیچ دیتای حساسی نمیگیره، متوجه میشه که بله شما پینینگ، آیا پینینگ قابل بایپاس؟ بله متاسفانه کاری هم نمیشه کرد. حالا این اسلاید بعدی یه مقدار داره چیز میکنه، خودتون حالا مطالعه کنید، چیز خاصی نیست، داره توش توضیح میده که چجوری اون هشر از سرور تولید کنیم. مثلا یه کامندی هستش که با اوپن اس اس ال کار میکنه که این حالا خواستید بسازیدش، مثلا میگین این هشر ما چجوری بسازیم، یعنی همینجوری سرتیفیکیت رو بگیریم، سرتیفیکیت از کجا بگیریم، راحت این اسکیل اسکریپت رو بگیریم با اسم مثلا cert.sh ذخیرهش کنید، یه فایل شل اسکریپت اینجوری کالش کنید، دامینتون هم بهش پاس بدید، هشش رو براتون یعنی همون پینه رو براتون میسازه. اگه خواستین جایی بزنید این پینو هم میتونید سمت سرور بذارید، سمت اپتون هم خب طبیعتاً باید به یکی از این دو روشی که عرض کردم بذارید و هیچ دیگه نکته خاصی نداره. باید هم اوکی اچ تی تی پی ازش استفاده میکنه، هم شما میتونید مثلا روی رتروفیت مثلا بیاین بگین که این سرتیفیکیت و این ولیدیشن روش انجام بده، ولی همه اینا چون داره زیر با اوکی اچ تی تی پی کار میکنه، خود رتروفیت هم داره از اون استفاده میکنه، عملا همون سازگار، یعنی خیلی نکته خاصی نداره. یه نکته هم بگم تمام بشه، یه اپلیکیشن هست به نام پکت کپچر که روی گوگل پلی هم هست، میتونید دیگه نیست حذفش کرده، آها من شد قبلا نصبش کرد، یه اپلیکیشن آها یه چیزی شبیه به اینا دیگه که یه پروکسی روی گوشیتون رام میکنه. اینو برای چی گفتم؟ مثلا میخواین همین الان چک کنید ببینید کدوم یکی از اپایی که رو گوشیتون دارین سرتیفیکیت پینینگ رو پیاده سازی کرده، یکی از این اپا رو گوشیتون نصب کنید، رانش کنید، این تمام ترافیک گوشیتون رو شنود میکنه، بعد یکی از اپا رو رام کنید، برگردید داخل اون پکت کپچر یا حالا هر ابزار دیگه‌ای که هست، اونجا پر اپ نشون میده که چقدر دیتا کپچر کرده. یه سری که نمیتونه کپچر کنه دیدید خطا میده، مثلا نو دیتا، هیچ دیتا، چون اونا فیل شده دیگه، پین داشته فیل شده. منتها اونایی که اینو ندارن میبینید قشنگ بله خیلی خوشگل دیتا ها اینجا هست و میشه خوند. و قبلا هم که این حالا یه سری گزارشاتی در مورد این مسنجر ها اینا میدادن با همین اپلیکیشن ها اسکرین شات ها رو میگرفتن،
حالا منظورم این بود که فقط این چیز، حالا اگر فرصت شد ان شاءالله در مورد این صحبت می‌کنم که سرتیفیکیت پینینگ رو چجوری میشه بایپاس کرد از این حرفا و همین دیگه. ببخشید خیلی طول کشید، خسته شدید و دقیقاً 6 هم تموم کردم دیگه. خیلی ممنون دوست داشتم. ببخشید تازه ممنون از لطفتون. مرسی دوستانی که تشریفم بردن. از طرف بنده اگر میشناسیدشون عذرخواهی بکنید چون خیلی خسته شدن. شما تحملتون یه مقدار بیشتر بود. ممنون. من در خدمتم اگر اگه موضوعی هست من در خدمتم. من خودم اول سوال بپرسم میشمه. اون چیزی که گفتی در مورد پرفورمنس ها هندشیک ها اینا به ازای هر سشن یا به ازای هر ریکوست؟ بعضی از ریکوست ها مثلا یهو میبینه که کلاینت میبینه که کانکشنی با سرور نداره، بنابراین باید یه کانکشن جدید بزنه، اونجاست که خیلی بهش کمک میکنه. منتها اگر شما یه کانکشن استبلیش شده داشته باشید، مراحل هندشیک تکرار نمیشه. رمزنگاری هست که اتفاق، یعنی اون رمز... اگر ما الان یه وبسایت رو باز میکنیم به ازای گرفتن آیکون و این کد و این فایل و این فایل هندشیک اینا، ولی چه جوری؟ دیدید توی وب سرور یه قابلیتی هست که توی این هدرها رو اگر بخونید میبینید کیپ الایو زده. اون قابلیت کیپ الایو معنیش اینه که سرور یه کانکشن پول داره سمت خودش که به ازای هر کلاینتی مثلا میاد میگه که اجازه من میدم در آن واحد چند تا کانکشن باز با من داشته باشه. اگر شما یه کانکشن اولی که دیدید همیشه پول هزینه تره، طول میکشه تا هندشیک کامل بشه، اگه برقرار شد و سرور کیپ الایو ساپورت میکرد، یه بازه زمانی که سرور باز تعیین میکنه منتظر شما میمونه تا درخواست بعدی رو بدید. بهم میگن اینتراکتیو تایم اوت. مثلا میاد میگه که من 5 ثانیه منتظر این کلاینت میشم تا تو این 5 ثانیه اگه کانکشنی زد مجبور نباشه دوباره همه کار از اول انجام بده، کانکشن بازه. این باعث میشه پرفورمنس بره بالا، ولی همه جا هم نمیتونید ازش استفاده بکنید، دو طرف هم باید ساپورتش کنن. اگه مثلا کیپ الایو باز باشه، آره شما دیگه نیاز ندارید. مثلا اگر یه صفحه رو باز میکنید 100 تا ریکوست میره، سی اس اس و ایمیج و نمیدونم کانتنت های مختلف، به ازای تک تکشون این فرآیند تکرار نمیشه. ممکنه مثلا بعضی از یو آر ال ها، بعضی از ریسورس ها اصلا اچ تی تی پی اس نباشن. البته اینو من اندروید رو ببخشید نمیدونم، ولی توی براوزر ها یه خطایی به این میگن به میکس کانتنت. اگه روی دومین یه سری یو آر ال ها روی اچ تی تی پی اس باشه، یه سری روی اچ تی تی پی باشه، معمولا مرورگرا اختار میدن، چون احتمالش اساسا سرور نیست که این برنامه رو یه اتکری تونسته با ریدایرکت کردن از اچ تی تی پی اس به اچ تی تی پی سعی بکنه اطلاعاتو شنود کنه، که اینم حالا ان شاءالله اگه فرصتی شد بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. به خاطر همینه که معمولا این داستان. بعد این پکت کپچر که گفتی دو تا تغییر روش رخ داد، یکی از اندروید 6 به بعد یه جور دیگه ای کار میکنه، از اندروید 9 به بعد هم فکر کنم کلا کار نمی‌کنه. آره درست. از نقاط از 7 به بعد یه کاری کرد گوگل، به نظر کار خوبی بود، چون اکثرا می‌دیدن که این ملاحظات امنیتی روی سرتیفیکیت مسئله ساز شده و اکثر کسایی که می‌خوان حمله امنیتی بکنن سعی میکنن سرتیفیکیت رو به نوعی روی دیوایس نصب کنن، اومد و سرتیفیکیت های یوزر اینستالد رو، یعنی اونهایی رو که روی او اس نیست یوزر نصبشون میکنن، اصلا سطح تراستشون رو آورد پایین و بعضی از کاربرد اصلا دیگه بلا استفاده هستن. این شد که آره، یعنی واقعا این بحث پروکسی کردنه روی خود سیستم عامل یه سازوکارهایی به وجود اومد که سخت‌تر شد، یعنی به نفع دیولپره، به نفع امنیت اپ هست این تغییرات. منتها ممکنه تو بعضی شما، چون خودتون هم من فکر کنم از اینجور پروکسی استفاده میکنید بعضی وقتا دیگه، مثلا میخواییم ببینید که چه میدونم ریکوستی که داره میره چیه، ولی خب ابزارهای بیشتری شما دارید معمولا، یعنی خیلی کلی ابزار دارید که باهاش میتونید دیباگ بکنید. بعضی جا ممکنه مثلا یهو لازم شد روی دیوایستون یه پروکسی بذارید، اومدم روی پروکسی مثلا گوش بدیم ببینم آقا اصلا این ریکوست از دیوایس خارج میشه درست میره نمیره، اونجا مثلا یه مقدار خودتون محدودیت هایی میخواید. آره از اندروید 9 به بعد هم خیلی سخت گیری بیشتر شده. فرق بین اون 9 و 9 چیه؟ روی چیز میفهمید سرتیفیکیت و سرتیفیکیت پین آره، و اینا. آره چه تفاوتی بین؟ والا من بعد 7 میدونم که این تغییرات اتفاق افتاده، اونو باید ببینم، نمیدونم الان راستش چیه. بعد اگر جلوی بایپاس شدن سرتیفیکیت پینینگ رو چجوری میشه گرفت؟ نمیشه جلوی بایپاس شده. آره. جلوی بایپاس شده سرتیفیکیت پینینگ رو نمیتونید بگیرین متاسفانه، چون همیشه میگن دست بالا دست زیاده، ولی یه راهی داره، یه راه جایگزینی وجود داره که به نظرم باید دوتا رو با هم استفاده بکنین، اونم مسیج لول انکریپشنه، که اگه انشالله یه فرصتی شد همون بحثی که میگم اند تو اند یا مسیج لول انکریپشن. داستان اینه که شما تو لایه اپلیکیشنتون فقط نمیایین بگین TLS و SSL، خودتون با سرور تو لایه اپلیکیشن ولی نه دیگه تو لایه ترانسپورت و اینا یه روشی رو پیاده سازی می‌کنیم برای رمزنگاری که مسیج از گوشی که میاد انکریپت شده است. اینجوری اگر کسی سرتیفیکیت پینینگ رو بایپاس بکنه و کانال شما رو شونوت کنه،
نمیدونم بعضی از دوستان دیدن یا نه، همین بیاپ هم که باز کرده بودیم یه سری کاراکترهای عجیب وجب اینجا بود، اونا خودشون انکریپشن دارن، یعنی علاوه بر TLS داخل خود. بعضی ها ببینید به این میخندن راستشو بخوای. ما یه پروژه بود با یکی از دوستان کار کردیم، بعد این دوستمون مهاجرت کرد، داشت همین توی پروسه مصاحبهش و اینا رفته بود گفته بود ما نشستیم یه اپ مالی نوشتیم روش ان تو اند و اینا، بعد میگفت کلی هرج میگفتن به من میخندن، میگفتن مثلا تو اصلا حالیت نیست و این چه کاری بوده رفتی انجام دادی و فلان و اینها. راستش ببینید نه اون نگاه، نه خیلی نگاه اینور مثلا خیلی پارانوید گونه ای که مثلا داشته باشیم، مثلا ببینید آقا همیشه ما باید از یه ورمزنگاری عجیب غریب تو اپ، خیلی از سناریوها همین TLS رو اگه درست پیاده سازی کنین کافی. ولی اگه اپ حساسی دارید حتما از مسیج لول انکریپشن استفاده بکنید. یه نکته هم داره، ببینید توی شبکه تجهیزات میانی هست که تجهیزات میانی روی شبکه هست که بعضی وقتا واسه خود مثلا فرض کنید یه اپ موبایل بانک نوشتید که با سرور بانک داره حرف میزنه، اون وسط یه سری فایروال هست، بانک میگه این فایروال دست پیمانکار منه، تو این ترافیک که میاد سرتیفیکیت روی این فایروال تعریف شده نه روی اون سرور پشت فایروال، بنابراین روی فایروال ترافیک رو میشه شنود کرد، یعنی فایروال واسه خود سازمان اول دست پیمانکار. مثلا این مثالیه که حالا واقعیه به خاطر همین زدم، حالا مثلا اونجا میاد میگه که ببین مثلا داره پین کارت داره روی فایروال دیده میشه، من نمیخوام قرار درست این همه کارمندای منن ولی قرار نیست که همشون این اطلاعاتو ببینن که اطلاعات بین من و مشتری من، بنابراین شما TLS براتون کافی نیست. TLS پروتکلی است پوینت تو پوینت نه اند تو اند. یا مثلا اگه یه اپ میخواییم بنویسید مسنجر، مثلا قابلیتی که واتساپ و تلگرام و اینا دارن برای سیکرت چت که دو نفر فقط ببینن، یعنی حتی خود سرویس دهنده مسنجر هم نمیتونه شنود کنه، این اند تو اند انکریپشن باز نمیتونید از TLS روش استفاده بکنید چون پوینت تو پوینت نیست، اند تو اند، یعنی بین یک گوشی و یک گوشی دیگری و هیچ کسی دیگه این وسط نباید شنود کنه. اونجا باید برید این پروتکل ها رو پیاده سازی. اگه فرصتی شد ان شاء الله هم در مورد اون بحث امنیتی اینا حتما صحبت می‌کنم، هم در مورد بحث اند تو اند انکریپشن فکر کنم هر کدوم یه جلسه لازم داشته باشه اگه حوصله دوستان بکشه. البته واقعا خسته شدن دوستان دیگه، منم جاشون بودم واقعا دیگه ترجیح میدادم سریع فعلا رو ببندم. ممنون دوست، خسته نباشید.